شناسایی نوع جدیدی از ابرهای گازی در فضای میان کهکشانی. دانشمندان موفق به شناسایی نوع جدیدی از ابرهای گازی در فضای میان کهکشانی شدند که اندازه آن از کهکشان راه شیری بزرگتر است. این پدیده ابری گسترده است که در درون آن گازهای بسیار داغ و درخشنده وجود دارد. دانشمندان اعلام کردند این ابر نوع جدیدی از ابرهای گازی است که پیش از این هرگز مشاهده نشده و در کمال شگفتی برای صدها میلیون سال به این شکل و بدون از بین رفتن باقی مانده است. ابر گازی یاد شده حدود 300 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و 72 کهکشان را درون خود جای داده است. تلاش برای ساخت موشک‌هایی با توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر. وزارت دفاع بریتانیا با سرمایه‌گذاری حدود 5 میلیون دلاری قصد دارد سیستم‌های موشکی هوشمندی را توسعه دهد که در آن موشک‌های شلیک شده قادرند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. سیستم‌های موشکی برای عملکرد مناسب و به دست آوردن نتایج مورد انتظار باید توانایی ارتباط با یکدیگر را داشته باشند. اما این ارتباط در حال حاضر تنها میان موشک و سیستم پرتاب آن است، نه میان موشک‌های شلیک شده. برای تحقق این موضوع انگلستان از ماه آوریل سال جاری میلادی طراحی سخت افزار و نرم افزارهای جدیدی را در برنامه قرار داده که باعث می‌شوند موشک‌ها هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود موشک‌های هوشمند بریتانیا طی 5 سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرند. توانایی میکروب‌های معده گاو در تجزیه برخی پلاستیک‌ها. محققان در بررسی‌های جدید خود اعلام کردند میکروب‌های موجود در معده گاو قادرند برخی از انواع پلاستیک را تجزیه کنند. در واقع این میکروب‌ها می‌توانند پلاستیک استفاده شده برای ساخت بطری نوشابه و بسته‌بندی غذا را به مرور زمان ببلند. برای پی بردن به این موضوع، محققان بطری‌های نوشابه و پلاستیک بسته‌بندی غذا را در مایه موجود در سیرابی گاو که سرشار از میکروب‌های پلاستیک‌خوار است، قرار دادند و پس از 1 تا 3 روز این پلاستیک‌ها تجزیه شدند. میکروب‌های پلاستیک‌خوار با ترشح آنزیم‌های مخصوص اقدام به تجزیه پلاستیک می‌کنند. استفاده از درمانی جدید برای از بین بردن تومورها. محققان سوئدی با توسعه یک داروی جدید ایمنی درمانی سرطان موفق شدن نوعی پروتئین موجود در بدن را که مانع از سرکوب تومورهای سرطانی می شود غیر فعال کنند. پروتئین یاد شده مانع از فعالیت پروتئین هایی می شود که وظیفه حمله به تومورها و از بین بردن آنها را بر عهده دارند. برخی تومورها با استفاده از نوعی پروتئین به نام MDM2 فعالیت طبیعی بدن برای سرکوب سلولهای سرطان را مختل می کنند. تأثیرات این دارو بر روی موش‌ها نشان داد پروتئین‌های محافظ بدن در برابر سرطان قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه پروتئین MDM2 شانسی برای گسترش دادن تومور در بدن ندارد. بازگشت رنگ اصلی موهای خاکستری در نبود استرس. محققان آمریکایی در تحقیقات جدید خود به این نتیجه رسیدند کاهش قابل توجه استرس در افراد میتواند رنگ برخی تارهای مو را که در نتیجه استراب خاکستری و سفید شدند دوباره به حالت طبیعی بازگرداند. تحقیقات پیشین در این زمینه نشان داده بود ارتباط نزدیکی میان استرس و سفید شدن مو وجود دارد، اما اکنون محققان باور دارند که روند پیری انسان خطی و ثابت نیست و در برخی زمانها میتواند متوقف و حتی معکوس شود. پژوهشگران در تحقیقات خود موی 14 داوطلب را طی 1 هفته به شکلی دقیق و با استفاده از میکروسکوپ مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که در نبود استرس برخی موهای خاکستری به طور طبیعی رنگ اصلی خود را باز مییابند، اتفاقی که پیش از این هرگز به شکل مستند ثبت نشده بود.